کشوری افسانه‌ای باور نکردنی از قدرت و صمیمیت و وفاداری رو ببینی. تو این ویدیو نژاد سگ سرابی، نژاد غول‌پیکر و خطرناک ایرانی رو بهت معرفی میکنم که اگه تا به حال ندیدی و در موردش نمیدونی، باید بگم نصف عمرت برباد رفته، چون تمام قدرت و ماجراجویی تو این نژاد اسطوره‌ای جمع شده. پس با هم بریم این سگ سرابی یا مستیو ایرانی یا همون پرشین مستیو معروف رو بشناسیم. سرابی قدمتی بیش از چند هزار سال داره، به زمان هخامنشیان برمیگرده. منطقه اصلی اون هم آذربایجان شمال غرب ایران به نام منطقه سراب هست. سگی غول‌پیکر با استخونبندی های بسیار درشت، عضلات قوی و سری بزرگ هستش. شکل پوزه مکعبی پرشین مستیف با رنگ تیره و اون لبهای پایینش که آویزونه باعث شده که سر و گردن رو از بدن با یک شیب ملایمی متمایز کنه که از این طریق میتونین یک سگ سرابی اصیل رو از غیر اصیل تشخیص بدین. همچنین سرابی ها یک دوم داسی شکل کوتاه هم دارن و از لحاظ رنگ بدن تنوع رنگ دارن، ولی نژادهای اصیل قهوه‌ای، قرمز، کرم سیاه و سیاه دیده میشن. جالبه بدونی سگ سرابی اصیل نسبت به افراد غریبه خیلی بدبینه، ولی یکی از رفتارهای جالب این سگ اینه که نسبت به افراد غریبه خیلی محتاط عمل میکنه. یعنی اول میسته، دومش رو بلند میکنه، خوب به اطراف گوش میده و خطر رو میسنجه و در صورت لزوم بدون هیچ ترسی حمله میکنه. یادتون باشه این سگ تو موقعیت و شرایط مختلف رفتار متفاوتی داره. سرابی اصیل ایرانی در کنار مربی و صاحب خودش بسیار مؤدب و ساکته، اما خدا نکنه خطری صاحبی خودش رو تهدید کنه، دیگه اون وقت خیلی شجاعانه حمله میکنه. شکل دهان و دندوناش واقعا ترسناکه و با دیدن ظاهرش میشه حد زد که اگه عصبانی بشه و گاز بگیره چه اتفاقی میفته. یکی از مهمترین نکاتی که سگ سرابی از خودش نشون میده دفاع از صاحبش تا آخرین نفسه، یعنی حتی حاضر جون خودش رو برای صاحبش بده. اگه قراره به تازگی سگی رو نگهداری کنی و تجربه نگهداری از سگ رو نداری، این سگ به دردتون نمیخوره، چون خلق و خوی جنگجویی داره و تربیت و نگهداریش هم به نکات و تکنیک‌های خاصی نیاز داره. پرشین مستیف یا سرابی از لحاظ ظاهری خیلی شبیه به سگ کانگاله و در واقع سگ کانگال زادگاهش سیواس ترکیه و یک دلیل شباهت این دو به هم به خاطر نزدیکی منطقه سراب آذربایجان به ترکیه است. هر دو نژاد بسیار قوی، غول‌پیکر و جز بهترین سگهای چوپان و نگهبان در جهان هستند. اما قدمت سگ سرابی بیشتر از سگ کانگاله و گفته شده که سگ سرابی اصیل از کانگال از نظر قد و اندازه درشت‌تره و قدرت آرواره و فک قوی‌تره داره و در جنگ و نبردهای سگ‌ها که در گذشته انجام می‌شده رتبه اول رو داره. سرابی اصیل پوستی بسیار ضخیم داره و این باعث میشه که توی جنگ‌ها با حیوانات دندون حیوان مهاجم به راحتی تو پوستش وارد نشه و نسبت به شرایط آب و هوایی سخت، گرسنگی، بیماری ها هم بسیار مقاومه و خیلی هم سرما رو دوست داره. سرابی در مواجهه با هر تهدیدی هم بسیار شجاعانه عمل میکنه. حتی به موجودات بزرگتر از خودش مثل گرگ، گراز، خرس حمله میکنه و در واقع یکی از شجاع‌ترین نژادهای سگ توی جهان محسوب میشه که حتی توی کشورهای مثل آمریکا و انگلیس با عنوان یک نژاد پرآوازه شناخته شده است. شکل کمیاب و خاصی از این نژاد سرابی در قسمت قفسه سینه‌اش رنگی سیاه با خطوط سفید رنگ داره که خیلی هم طرفدارای زیادی رو به خودش جذب کرده و به خاطر خصوصیت‌هایی که داره به سگ گورکش مشهور شده. متاسفانه در سالهای اخیر به خاطر کم توجهی پرورش دهنده ها و آمیزش بین سگ‌های خالص با گونه های ناخالص، میکس گونه هایی به وجود اومده که در واقع پرورش دهنده ها به خیال خودشون میخواستن قدرت جنگاوری و تهاجمی سگ رو بالا ببرن، در حالی که بیخبر بودن با این کار هر دو نژاد ترکیب شده نابود شده و خصوصیت ناب تبدیل به خلق و خوی نامتعارف و همچنین بیماری های مثل کل شدن استخون ها و از بین رفتن قدرت جنگاوری و شجاعت در میکس گونه ها شده.
به خاطر میکس زیاد مستیف ایرانی سگ سرابی تا مرز انقراض پیش رفته و به سختی میشه یک سگ سرابی اصیل با ژن خالص پیدا کرد. ولی خوشبختانه برخی از پرورش دهنده ها این مسئله رو متوجه شدن و تلاش برای بازیابی این نژاد سرابی اصیل دارن و امیدواریم که این نژاد ایرانی دوباره به اصالت و قدرت خودش برسه و بتونه در سایت های معتبر جهانی ثبت جهانی داشته باشه. مرسی که تا اینجا با من بودی و ویدیو رو نگاه کردی. بین سگ سرابی و سگ پیتبول آمریکایی کدوم میتونه برنده میدون رقابت باشه؟ خوشحال میشم نظرتو برام کامنت کنی و همچنین ویدیوهای نژاد قدرتمند پیتبول آمریکایی رو هم میتونی ببینی.